شماری از اعضای مجلس ارتجاء طی سخنانی در جلسه علنی مجلس ضمن اعتراف به وضعیت وخامت‌بار زندگی هموطنان محروم به ویژه در مناطق زلزله‌زده کرمان و کرمانشاه نسبت به فوران خشم مردم به جان آمده هشدار دادند. آقای رئیس، از دیشب تا الان بیش از 20 بار زلزله در کرمان اتفاق افتاده. دیشب ساعت 1 بعد از نیمه شب زلزله بالای 6 ریشتر بوده. 1 میلیون نفر از مردم کرمان از دیشب تا کنون تو خیابونا هستن، اونم در سرمای زیر 0 درجه. بعد از این وضعیتی که پیش اومده کدام یک از وزرا به منطقه سفر کردند؟ مردمی که در جاده های غیر استاندارد تردد می کنند که بیش از 100 سال قبل احداث شده، اما برای کسب لقمه نان حلال جانشان را بر کف دستانشان نهاده و هر چند گاهی متاسفانه تعدادی از آنان گل وجودشان به تاراج خزان می رود. مردم حوزه انتخابی این جانب ستم کشیده از قول های نادرست، وعده های توخالی و وعده های به بار ننشستن، برای فرار از فقر و بیکاری راهی استانهای دور و نزدیک شدند تا در مقابل خانوادهشان شرمنده نباشند. ابر چالش های شناخته شده ای چون بیکاری، فقر، محیط زیست، آب و نبود زیر ساخت ها مانند راه و راهن برای ما بسیار سهمگین تر از استانهای توسعه یافته است. نسلی از کشاورزان جایدر، واشیان، چمر، آمیران کوشکی، جلگه، زیودار، رنگینوان، افرینه و میلیون و دیگر پروژه ها از کار افتاده یا مردن. در جریان جدال باندهای درونی رژیم، یک عضو مجلس ارتجاع از باند روحانی فساد حکومتی را از ابرچالش های نظام آخوندی توصیف کرد و چنگ اندازی سپاه پاسداران و نیروهای مسلح بر اقتصاد رژیم را عامل تشدید فساد دانست. اکنون ما با چالش‌های بزرگی روبرو هستیم که اخیراً از آنها تعبیر به ابرچالش می‌شود. در صحن علنی مجلس، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از بیش از 20 ابرچالش نام بردند. اما به نظر می‌رسد فراتر از این چالش‌ها، چالش مهم فساد و ناکارآمدی بر همه این مشکلات و چالش‌ها سایه انداخته. اگر قدرت در انحصار عده‌ای خاص قرار بگیرد و به صلاح دید اشخاص خاصی واگذار شود و آنها در قبال استفاده از قدرت خود پاسخگو نباشند، فساد ایجاد می‌شود. نهادهای نظامی، خیلی ممنون جناب صادقی، فرصتتون تمام هست. همچنین بلوط بعضی از علما باید از حضور در فعالیت‌های اقتصادی خودداری بکنند و فعالیت‌های اقتصادی آنها به دستگاه‌ها و نهادهای بخش عمومی و یا فروش به بخش خصوصی واگذار بشه.